برای خودم یا برای جامعه خودم برای خودم آرزوی سلامتی سلامتی جسمی و سلامتی روحی سلامتی جسمی از این جهت که بیمار نباشم محتاج دیگران نباشم در سنینی هستم که این خطر برای من هست که از نظر جسمی در شرایطی قرار بگیرم که دیگری باید منو کمک بکنه یک جمله حضرت مولا در نهج البلاغه داره که کان ید او این کانه امیر رسولی که همیشه دعای ایشون این بوده که از من بپرسید امیر در درگاه خدا چی میخواست این همین سوال رو که الان از من کردید یه کسی از امیر المومنین بگه که تو به درگاه خدا چی دعا میکنی میدونی چی دعا می‌کرد؟ این اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتظه اوها یعنی خدایا اول چیزی که از من میگیری قبل از چشمم قبل از گوشم قبل از فکرم قبل از دستم قبل از پام قبل از این که اونا رو میگیری جان منو بگیر اللهم اجعل نفسی اول کریمت تنتظه و از این که من مدتی در بستر بیفتم سکته مغزی بکنم بدنم به اصطلاح ناقص بشه چشم نابینا بشه گوشم ناشنوا بشه و دیگران منو کمک بکنن و محتاج دیگران باشم خیلی برام تلخه این اولا درباره جسم درباره رو هم دوباره تکرار میکنم دلم میخواد که اولا صفات حمیده داشته باشم اخلاق حسنه داشته باشم تواضع داشته باشم راستگویی اینا برام ملکه بشه من ممکنه راست بگم ولی ملکه نشده باشه ملکه یعنی نتونم دروغ بگم راستگویی برام جوری بشه که نتونم دروغ بگم با وفا باشم با صفا باشم اینا رو هی از خداوند انسان میخواد ارز کنم که اما در کنارش از خدا خیلی دلم میخواد خدا یا نادان نباشم از روی نادانی به یک چیزی گرایش پیدا نکنم از روی نادانی یک چیزی رو خوب ندانم از روی نادانی یک چیزی رو بد ندانم این خیلی بده سالهای سال انسان یه چیزی رو خوب بپنداره بعد من که اشتباه میکرده سالهای سال انسان از یه چیزی بدش بیاد در حال که اصلا چرا بدش بیاد روش فکر بد یعنی بدون جهت بدون معرفت به از این نوع خیلی ناراحتم این دو آخرین چیزی هم که چیزای دنیاوی از من بپرسید در دنیا چی میخواه اینه که خدایا من واقعیش از کوران اتهام خیلی نگرانم یعنی یک تهمتی به انسان بزنم و من مظلومانه متهم بشم و در جامعه این مسئله وجود داره که افرادی رو متهم میکنن و حق دفاع به او را نمیدن که و بتونه دفاع بکنه من از این جور ظلم خیلی نگرانم که خدا به حمدالله پیش نیامده برام امیدوارم که ایش وقت با پیش